صدای من رو از بلندی های همیشه پرباد منجیل میشنوید. ما امروز قراره که سفرنامه کنسرت محمد علیزاده در شمال کشور رو داشته باشیم. با تیم تصویربرداری تیم پلاس تصمیم گرفتیم که این سفرنامه از یه همچین لوکیشنی آغاز بشه، لوکیشنی که خیلی ازش خاطره دارن و جاده شمال وقتی از اینجا میگذرن اتفاقی خوبی میفته. تا آخرین سفرنامه با ما باشید، با محمد علیزاده و گروهش قراره که اتفاقای خوبی رو داشته باشیم. جبهه ها، گفتگوها. مشغول سانچک هستم، محمد علیزاده هنوز نیومده، با تیم تصویربرداری تیم پلاس مشغول تهیه گزارش‌های مختلفی هستیم. با ما باشید، قراره که تا چند دقیقه دیگه سانچک شروع بشه و قطعاً گزارش‌های امروز رو ظرف امروز و فردا در تیم پلاس ببینید و دنبال کنید. پکیج قوی رو براتون در نظر گرفتیم. سلام میکنم به همه. خیلی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه قسمت شد که باهاتون حرف بزنم. میخوام در مورد بهترین اجرای شهرستان خودت حرف بزنی. کدوم یکی از اجرات که بیشتر از همه سوال خوبی رو بهت داد؟ انرژی که مردم دارن خیلی انرژی عجیب و غریبیه. بعضی موقعا این انرژی یه کاری با تو میکنه که شاید خودت هم باور نمی‌کنی که مثلا بتونی اینقدر اکتیو باشی روی استیج از انرژی آدم‌ها، ولی انرژی مردم توی شهرستان خیلی خیلی خوبه. در مورد کنسرت‌های رشت همیشه بهم گفتن که کنسرت‌ها خیلی خیلی خوبی میشه. من کنسرت‌های شهرستانمو دوست دارم. کنسرت‌ها می‌خوام ببینم در مورد کدوم یکی از کارا همیشه بهترین ریاکشن ها رو داری، یعنی بهترین استقبال از کدوم یکی از ترک‌ها توی کنسرت‌هات میشه. توی قطعه شهرباران حال خودم هم خیلی خودم خیلی دگرگون میشم حقیقتا. حال احوال مردم خیلی حال احوال حسیه. من فکر میکنم خودم دیگه نتونم مثل شهر باران تو این فضاها کار بزنم، چون که مردم حال احوالشون توی اون لحظه خیلی خیلی قشنگه. همه به یه چیز فکر میکنن، عشق زمینی دیگه وجود نداره و فقط این قطعه تشکر از خداست. اون که حالا سعی میکنم که با تمام شلوغی‌هایی که دارم خلوتم هیچ‌وقت از دست ندم، چون من همه کارهایی که ساختم و کارهایی که خوندم، کارهایی که روش فکر کردم، کارهایی که الان مردم تو کنسرت‌ها میخونن و اصلا به خاطر اون کارها میان کنسرت‌های من، همه اونها رو تو خلوتم ساختم. اما جستو رو خیلی دوست دارم که مردم میخونن، چون من به جستو مدیونم. جستو باعث شد که مردم موسیقی من رو دیگه گوش بدن. من همیشه مدیون جستام، جستو رو خیلی دوست دارم. جستو کی میتونه عزیز من باشه، کی میتونه تو قلب من جاشه، مگه میشه مثل تو پیدا شه؟ همه چیزم وای عزیزم. محمد نسبت به دو سال پیش خیلی شلوغ شده سرش، اما همه تلاشش رو میکنه که این شلوغی به احساسش، به حسی که براش زحمت کشیده، تأثیر نداره. من به تو یادم یه قولی دادم، گفتم 10 سال دیگه هم محمد احساسش و حال احوالش همینه، 8 سال دیگه هم مونده
باز هم من این قولو به تو میدم، به خاطر اینکه خیلی این دنیای موسیقی و کنسرت و اینا واسه من اصلا زیاد بزرگ نیست. نمیذارم که برام بزرگ شه، چون اگر این بخواد بزرگ بشه منو ضرب فنی میکنه. من دوست دارم معروفیت من ضرب فنیش بکنم. آلبوم جدید که توی پیش تولیدشم تا آلبوم خوبی از آب در نیاد این آلبوم نمیدمش بیرون، چون دوست ندارم که یه کار بیهودی کرده باشم. باز محمد عاشقانه میخونه، باز دوست داره موسیقیش خاطره سازی کنه برای مردم، و چون این هدفشه همه تلاشم رو میکنم که اوقات خوبی رو برای مردم بسازم. همه تلاش من اینه، همیشه دوست دارم لحظه های ناب عاشقانه تون برای من باشه و به صدای من گوش بدیم. شاید این خیلی خودخواهیه، ولی این خودخواهیه. محمد علیزاده میلاد ترابی هستی، چون تقریبا همه کارا کارهای موفق محمد علیزاده از طریق از بودجه میلاد گذشته. آهنگسازی تنظیمی یکی از در واقع چهرهایی که فکر می‌کنم همه ستارهای موسیقی کشور یک کار باهاش داشتن، در واقع یه آلبوم یه کار باهاش داشتن. سلام عرض می‌کنم خدمت تو بهمن جون، مردم عزیز ایران. اینکه دوستی من و محمد برمیگره به 7 سال پیش تقریبا، اینکه یک پروژه‌ای رو با هم دیگه قرار شد استارت بزنیم در حد 1 یا 2 قطعه. اون زمان قرار بود استارت بزنیم، من کما 1 رو کار کرده بودم و هنوز نیومده بود بیرون، داشت میمد بیرون رو کار کردیم. و اصلا یکی از اهدافمون این بود که بتونیم به همین جایی برسیم که الان هست. البته ما هنوز کارمون رو تموم نکردیم، یعنی خود محمد خودش میدونه که باز هم باید بیشتر فعالیت بکنیم به اون چیزی که می‌خوایم برسیم. محمد بسیار بسیار آدم باهوشیه و من تواناییه که اصلا دیدم تو اون تایم اصلا هیچ کسی، حالا خودم همیشه این مثال رو میزنم که هیچ کسی اصلا نتونست انقدر درکش